بیننده های شبکه تی ام. این هفته با یکی دیگه از برنامه ثروتمندترین ها در خدمت شما هستیم. همونطور که هفته پیش برنامه رو دیدین، آقای مسایوشی سان، آقای ویکتور وکسلبرگ، آقای میکایل فریدمن و آقای هارولد هم رو به شما معرفی کردیم. امروز چهار نفر بعدی از شخصیت‌های ثروتمند دنیا رو به شما معرفی می‌کنم. پس بریم خلاصه برنامه گذشته رو ببینیم و برگردیم که ببینیم چهار نفر بعدی از شخصیت‌های ثروتمند دنیا چه کسانی هستند. کمپانی فوربس در وبسایتشون نشون داده که پنجاهمین شخص ثروتمند دنیا آقای مسایوشی سان هستش. آقای سان یک تاجر ژاپنی و بنیانگذار شرکت سافت موبایل است که با مبلغ 17.3 بیلیون دلار پنجاهمین شخص ثروتمند دنیا است، ولی در کشور ژاپن دومین مرد ثروتمند به حساب میاد. 49مین شخص ثروتمند دنیا آقای ویکتور وکسلبرگ هستش. آقای وکسلبرگ اصالتاً اوکراینی و با مبلغ 17.5 بیلیون دلار در سال 2013 یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. او ثروت خود را از صنعت نفت و گاز به دست آورد و رئیس و مالک شرکت رنووا، یکی از مجموعه شرکت‌های بزرگ روسیه هستش. رسیدیم به 48مین شخص ثروتمند دنیا، آقای میکایل فریدمن. همونطور که وبسایت فوربس نشون داده، او با مبلغ 17.6 بیلیون دلار و با 50 سال سن یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. و جالب اینجاست که یکی از جوانترین افراد ثروتمند روسیه به حساب میاد که در کارهای زیادی فعالیت داره، از جمله مخابرات، رسانه و نفت و گاز. آقای هارولد هم 47مین شخص ثروتمند دنیاست که صاحب 70% از کارخانه نفت و گاز و روغن است و دلیل ثروتمند بودنش همین هستش. برنامه‌مون رو با 46مین شخص ثروتمند دنیا شروع می‌کنیم. آقای لوچی وو. آقای لوچی وو رئیس و بنیانگذار شرکت کاوا که در واقع شرکت مسکن و املاک هستش، و همینطور رئیس شرکت گلکسی انترتینمنت گروپ که در واقع دستگاه‌های بازی رو برای هتل‌ها و کازینوهای کشور چین تهیه می‌کند. آقای لوچی وو در 9 آگوست 1929 در کشور چین متولد شد. در زمان کودکی به فروختن غذا در خیابان‌های هنگ کنگ چین مشغول شد تا درآمدی برای خانواده‌اش تهیه کند. در سن 26 سالگی شروع به دست آوردن ثروت کرد. او با خرید تجهیزات از ژاپن و فروختن آن به سایر نقاط آسیای جنوب شرقی ثروتی به دست آورد. او اولین شرکت بین‌المللی کاوا توسعه دهنده املاک تأسیس کرد. سپس با ثروتی که از این شرکت به دست آورد در هتل‌ها و کازینوهای کشور چین سرمایه گذاری کرد. آقای چیوو در هنگ کنگ سال 1950 کمپانی کاوا را تأسیس کرد و در حال حاضر شرکت کاوا به یک شرکت چند ملتی شامل سرگرمی و اوقات فراغت، مواد ساخت و ساز و هتل‌ها با بیش از 200 شرکت‌های تابع و بیش از 20,000 کارمند در هنگ کنگ و ماکائو شامل آمریکا و جنوب آسیا توسعه یافته است. آقای چیوو یک انسان بشر دوست شناخته شده است. او از مراقبت‌های پزشکی و آموزش پرورش حمایت می‌کند. او در سال 1981 به بیمارستان تانگوا در شهر هنگ کنگ کمک مالی کرد. در سال 1991 بودجه برای مرکز پزشکی دانشگاه استنفورد ارائه داد تا یک آزمایشگاه تحقیقاتی به اسم لو چیوو راه اندازی کند. همچنین او پست مهمی در نهادهای مختلفی از جمله مؤسس رئیس افتخاری از دانشگاه هنگ کنگ و بنیاد توسعه آموزش پرورش، عضو هیئت دانشگاه چین هنگ کنگ، عضو افتخاری دادگاه از دانشگاه علوم و صنعت هنگ کنگ، عضو کمیته مشورتی از دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، ریاست افتخاری دانشگاه یانگژو و عضو هیئت مدیره از دانشگاه فودان به خود اختصاص داد. آقای چیوو در سال 2005 یک طرح ابتکاری در حمایت از بازسازی و نوسازی 50 مدرسه در مناطق محروم در سراسر سرزمین اصلی چین از طریق وزارت آموزش و پرورش متعهد شد.
در سال 2006 او یک صندوق در دانشکده هتلداری و گردشگری از دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ کنگ برای تحقیقات علمی و بورس تحصیلی برای دانش آموزان برجسته در نظر گرفت. و در سال 2008 کمک مالی در جهت حمایت از نوسازی و گسترش یک ساختمان 100 ساله در دانشگاه فودان متعهد شد. آقای چیوو متأهل است و صاحب 5 فرزند است که دومین شخص ثروتمند در قاره آسیا و همینطور در کشور چین به شمار می آید. شرکت ها را با پسرانش اداره می کند. آقای چیوو با 85 سال سن و با مبلغ 17.9 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. 45 شخص ثروتمند دنیا خانم جینا راینهارت هستش. خانم جینا یک زن 60 ساله استرالیایی است که وارث امپراتور معدن است و با مبلغ حدود 18.1 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. خانم راینهارت در غرب استرالیا به دنیا آمد و تنها فرزند خانواده بود. او در دانشگاه سیدنی در رشته اقتصاد ادامه تحصیل داد. قبل از اینکه همراه پدرش مشغول به کار شود، دانایی و آگاهی مختصری از صنعت آهن و معدن به دست آورد. خانم جینا در سن جوانی با یک مرد انگلیسی زبان آشنا شد و در سن 16 سالگی با آقای گریک میلتون ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 2 فرزند بود. ولی این ازدواج سرانجام خوبی نداشت و این دو زوج در سال 1981 از هم جدا شدند. سپس در سال 1983 با آقای فرانک رایهارت یک مرد آلمانی آمریکایی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج هم 2 فرزند بود. ولی طولی نکشید. 8 سال بعد از ازدواج آقای فرانک راینهارت فوت کرد. خانم جنا در سال 1952 وارث یک امپراتور معدن شد و وقتی به این ثروت عظیم دست یافت که آقای هنگ هنکاک پدر خانم جینا راینهارت از دنیا رفته بود و در سال 2006 بیلیونر شد. این خانم در این حال که ثروتمند هست بسیار خسیس هم هست، به طوری که یکی از پسرانش در مورد او میگوید اگر نیازمندی بتواند ادعا کند که از مادر ما 1 سنت کمک مالی گرفته، وی را به عنوان خوش اقبال ترین فرد جهان معرفی خواهیم کرد. خانم جنا در رسانه گفت که هر شخص استرالیایی باید 2 دلار ساعتی کار کند که با کارمندان آفریقایی رقابت داشته باشد. آقای وین اسوان، قائم مقام نخست وزیر استرالیا، در جواب خانم جنا گفت که این توهین به میلیون ها کارگر استرالیا است. خانم جنا گفت که بیشتر کارمندهای او از ایشان راضی هستند و اگر برخوردی با آنها می کنم شاید ناراحت شوند و در آخر متوجه می شوند که به ضرر آنها کاری انجام ندادم. هنگامی که از خانم جنا درباره مفهوم زیبایی پرسیده شد، او حتی به گردنبند مرواریدی که اغلب به گردن داشت اشاره نکرد. حتی چیزی از چشم انداز و زیبایی مزرعه‌های وسیعی که در شمال غربی استرالیا دارد نگفت. اما در عوض درباره عنصری نه چندان دوست داشتنی که خانواده او را ثروتمند کرد و حفره‌هایی در زمین که آن عنصر از آنها استخراج می‌شود صحبت کرد. او گفت زیبایی یعنی معدن آهن. وقتی پدرش بزرگترین منابع آهن در جهان را در سال 1950 کشف کرد، به دلیل کمبود منابع این فلز صادرات آهن از استرالیا ممنوع بود. اما بعدها صادرات صدها هزاران سنگ آهن هر لحظه بر دارایی‌های او افزود. خانواده جنا تنها کسانی نبودند که از این درآمد حاصل از این معدن سود می‌بردند. خانم جنا معتقد است که کشف پدرش سود زیادی نصیب استرالیا نیز کرده است. به گزارش BRW مجله اقتصادی استرالیا، او اکنون ثروتمندترین زن جهان است و سیتی گروپ پیش بینی کرده که به زودی ثروت او به بالای 100 میلیارد دلار می رسد و در صدر فهرست ثروتمندترین مردم دنیا قرار می گیرد. گفته می شود که در هر ثانیه 600 دلار بر ثروت او افزوده می شود. خانم جنا از اینکه معدندار نامیده شود که ثروتش را به ارث برده متنفر است و خود را بازرگان خودساخته ای می داند که پس از مرگ پدرش در کمپانیش تغییر به وجود آورد.
در کنار معدنداری، او سهامدار عمده کانال 10، یکی از سه شبکه بزرگ تلویزیونی در استرالیا است و همچنین بزرگترین سهامدار فیرفیکس میدیا، دومین ناشر بزرگ روزنامه‌های بزرگ استرالیا نیز است. فیرفیکس میدیا یکی از پرخواننده ترین روزنامه استرالیا است. تمام زندگی او کمپانیش است. او سرگرمی ها و علاقه کمی خارج از کارش دارد و برخلاف بسیاری از ثروتمندان جهان، اهل داشتن تابلوهای نقاشی، اسب دوانی و هواپیماهای شخصی نیست. خانم جنا به گزارشگری گفته بود که مهمترین چیز زندگیش کمپانیش است و هیچ چیز نمیتواند بر سر راه آن قرار گیرد. یکی از نخستین قهرمانان زندگیش مارگارت تاچر، بانوی آهنین بریتانیا بود. پس از دیدار و صرف نهار با او در سال 1977 بود که شیوه لباس پوشیدنش را تغییر داد. مدل موی دیگری انتخاب کرد و خود را آرایش کرد. کارشناسان میگویند برخورد سلطه‌جویانه خانم جنا میتواند در استراتژی رسانه او نیز کاربرد داشته باشد و این راهی است که پولدارترین فرد تاریخ استرالیا پیش گرفته است. رسیدیم به 44مین شخص ثروتمند دنیا، آقای مایکل دل. آقای مایکل دل رئیس و بنیانگذار شرکت کامپیوتر دل هستش و دلیل ثروتمند بودنش همین است. و همونطور که وبسایت فوربس گزارش داده، او با 44 سال سن و با مبلغ 18.1 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیا است. آقای دل متولد 1965 در شهر هیوستن آمریکا است و دانش آموخته از دانشگاه تگزاس در آستن است. بر طبق نشریه فوربس، او نزدیک به 100 میلیون دلار از ثروت شخصی خود را وقف به مراکز علمی و پزشکی در تگزاس نموده است. داستان زندگی مایکل دل داستان الهام بخشی است، از موفقیت کسی که در سن جوانی به یک کارآفرین تبدیل شد. قابل ذکر است که این انسان نیز مانند افراد موفق دیگر فقط با یک ایده و در حالی که هیچ نداشت کارش را شروع کرد. آقای مایکل دل بسیار متعهد است. او زمانی که یک طرح را ایجاد کرد، آن را با تمام توان دنبال کرد. همین نکته نشان دهنده این است که چگونه در سن 12 سالگی تنها با فروش تمر توانست 1000 دلار درآمد داشته باشد. او بعدها شروع به فروش اشتراک روزنامه هیوستن پست کرد و اعتماد به نفس خود را با درآوردن پول بیشتر بالا برد. گفته می شود که او تا سن 16 سالگی پول کافی برای خرید یک BMW را درآورده بود. آقای مایکل سپس در سن 19 سالگی زندگی خود را برنامه ریزی کرد. او دقیقا می دانست که چه می خواهد به دست آورد و آن را به دست آورد. آقای مایکل می دانست که می خواهد یک کارآفرین موفق باشد و با شجاعت و به کارگیری توانمندی و استعدادهای خود آرزویش را دنبال کرد. آقای مایکل شور و شوق شدید خود را نسبت به کامپیوتر در سن 15 سالگی کشف کرد. زمانی که والدین او یک کامپیوتر اپل به او هدیه دادند، مایکل به جای استفاده از آن کامپیوتر را کاملا از هم باز کرد تا با بررسی جزء به جزء آن متوجه شود که یک کامپیوتر چطور کار می کند. پس از آن یک کامپیوتر IBM خرید و به شناخت اجزای آن و بررسی چگونگی مونتاژ یک کامپیوتر پرداخت. او در نهایت تسلط تکنیکی کامل در این زمینه را به دست آورد که همین به او کمک کرد تا در سن پایین به 1 میلیاردر تبدیل شود. آقای مایکل کار خود را با 1000 دلار شروع کرد. او برنامه کاری خود را تحریزی نمود و آن را دنبال کرد. او در دانشگاه کامپیوترها را بر اساس مشخصات درخواستی مشتری مونتاژ می کرد و مستقیما به مشتری می فروخت. او با این ایده جدید تمامی کامپیوترها را بر اساس اولویت و نیاز مشتری سوار می کرد و به قیمت پایین و به طور مستقیم به مشتری می فروخت. آقای دل اولین کسی بود که روش فروش مستقیم را به صنعت IT معرفی کرد. این روش تقاضای زیادی برای خرید کامپیوترها در پی داشت. آقای دل می دانست که می تواند با فروش به قیمت پایین و ارائه خدمات فنی خوب از نمایندگی های فروش کامپیوتر جلو بزند که همین کار را انجام داد و توانست.
مانند خیلی از افراد موفق دنیا، آقای دل نیز کار خود را از کوچک شروع کرد. بیشتر سفارش های او از طریق دوستان و آشنایان بود و از طریق آنها افراد دیگر نیز با او و کارش آشنا می شدند. او آرام آرام کار خود را با خرید یک دفتر کار کوچک و استخدام چند نیروی کار گسترش داد. نبود فروشنده واسطه نیز در این میان به سود او می افزود. در سال 1983 آقای دل شرکت دل کامپیوتر را تأسیس کرد و در سال 1985 شروع به طراحی و ساخت کامپیوترهایی با قطعات خارجی کرد. از همان ابتدا تمرکز آقای دل بر روی مشتریان و ارائه خدمات خوب بود و این دیدگاه را در تمامی طول راه برای خود نگاه داشت و گام به گام رویای خود را پیش برد. در سال 1992 شرکت دل به فهرست 500 کمپانی برتر جهان راه یافت و باعث شد که مایکل دل در سن 27 سالگی جوانترین مدیر عامل یک شرکت برتر جهان معرفی شود. یک نوآوری دیگر آقای دل این بود که شرکت او نخستین شرکتی بود که کامپیوتر را به صورت اینترنتی می فروخت. در حال حاضر کسب و کار او همچنان در حال رشد است، بلکه توانسته به رده‌های اول شرکت‌های برتر جهان راه یابد. واقعاً شگفت انگیز است. مایکل دل با فقط $1,000 ایده‌اش را شروع کرد و در حال حاضر شرکت وی بالغ بر $100 میلیارد ارزش دارد. در سال 1999 دل و همسرش سوزان بنیاد مایکل و سوزان دل را تأسیس کردند که بر روی مسائل مربوط به کودکان تمرکز دارد. این نشان دهنده این است که آقای دل در کارهای خیریه نیز شرکت دارد. 43 شخص ثروتمند دنیا خانم سوزان کلاتن هستش. همونطور که وبسایت فوربس نشون داده، او با 52 سال سن و با مبلغ 18.1 بیلیون دلار یکی از ثروتمندترین مردم دنیاست. او صاحب شرکت BMW است و دلیل ثروتمند بودنش همین است. خانم کلاتن در 28 اپریل 1962 در کشور آلمان متولد شد. خانم کلاتن یکی از ثروتمندترین زن آلمان به شمار می آید و 43 فرد ثروتمند دنیا. خانم کلاتن دختر باهوش و سخت‌کوشی بود که بعد از گرفتن مدرک خود در رشته اقتصاد و بازرگانی در یک شرکت تبلیغاتی یانگ و روبیکام در فرانکفورت آلمان در سال 1981 تا سال 1983 مشغول به کار شد. او مدرک تخصصی خود را در رشته MBA از دانشگاه باکینگهم دریافت کرد. سوزان کلاتن بزرگترین سهامدار کمپانی خودروسازی BMW آلمان است. پدر او بزرگترین حامی در زمان ورشکستگی کمپانی بود که با خرید 50% سهام BMW این کمپانی را از ورشکستگی نجات داد. گفتنی است او همه ثروت خود را از راه کار کردن به دست نیاورده است. با مرگ پدرش 50.1% از سهام شرکت بزرگ داروسازی و تولید کننده مواد شیمیایی آلتانا به او ارث رسید و او با فروش مقداری از این سهام توانست در سال 1997 مقدار 12.5% سهام کارخانه BMW را خریداری کند. او با تبلیغ شرکت آلتانا در سطح جهان یکی از 30 شرکت برتر معرفی کرد. خانم کلاتن برای حفاظت از خود معمولاً در سفر و تجارت از نام مستعار استفاده می کند. خانم سوزانه یک بار توسط پلیس از حادثه گروگانگیری جان سالم به در برد. خانم کلاتن با آقای جان کلاتن که با عنوان مهندس در شرکت BMW کار می کرد آشنا شد و همین آشنایی به ازدواج در سال 1990 ختم شد. و حاصل این ازدواج 3 فرزند بود. خانم کلاتن در ورزش‌های مختلفی شرکت می‌کند، از جمله اسکی و گلف. در واقع این ورزش‌هایی هستند که خانواده کلاتن دنبال می‌کنند. دوستان، من 46، 45، 44 و 43 شخص ثروتمند دنیا را به شما معرفی کردم. آقای لوچی وو، خانم جینا راینهارت، آقای مایکل دل و خانم سوزان کلاتن. همونطور که دیدین بعضی از اونها در زمان کودکی فقیر بودن و تونستن با تلاش فراوان به ثروت عظیمی دست یابن. از اینکه در زندگی چه می‌خواهیم و به کجا می‌خواهیم برسیم یکی از مهمترین راهکارهای موفقیت است
و تلاش برای رسیدن به هدف یکی از رموز موفقیت. امیدوارم که اطلاعات کافی رو از این 4 شخص ثروتمند دنیا به شما داده باشم. هفته دیگه برنامه ثروتمندترین ها رو از دست ندین، چون با معرفی 4 نفر بعدی از شخصیت های ثروتمند دنیا در خدمتتون خواهم بود. پس تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.